سلام سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین خیلی خوش اومدین به کانال من دوستان عزیز امروز قراره که با هم دیگه تایل سوم رو کار کنیم بخش سوم برای موضوع وردشات دایر لغت برای نام نگاری shots auf B1 für den schriftlichen Ausdruck تایل 3 اما قبل از اینکه بپردازیم به موضوع امروز اگر دوست داشتید و تا به الان کانال آلمانی آنلاین رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید زنگولی کنارش هم فعال کنید که اگه ویدیو آپلود کردم از اعلانش با خبر بشید خب میریم سراغ درس امروزمون شروع میکنم سریع فعل لیبن رو که به معنی یه چیزی رو تجربه کردن یه چیزی رو یه اتفاقی که براتون میفته و شما تجربهش میکنین با ارفاقن فرق میکنه و حالا مثالاش رو براتون نوشتم میبینید فعلمون هست ارلیبن ارلیبت ارلیبت هت لپت. ایخ هابه اتفاس ار لپت دیگه این ارفاق و تجربه نیست یه جورایی تو فارسی انگار معادل نداره حالا شاید اگر داشته باشه دوستان برام بنویسن من به ذهنم چیزی نرسید اما اینجا به معنی یه چیزی رو شما براتون اتفاق میفته و شما اونو الیبن میکنید اونو تجربه میکنید فکر کنم تو فارسی همین باشه ich habe etwas trauriges من یه چیز خیلی غمگینی رو یه چیز خیلی مثلا دراماتیشی رو تجربه کردم gestern habe ich etwas دیروز من یه چیز واقعا خنددار رو تجربه کردم یعنی برام اتفاق افتاد ich war dabei Manش اینه als etwas lustiges passiert ist یعنی یه چیزی بر من اتفاق افتاد من همراه این یعنی من هم همراه بودم زمانی که اتفاق خنددار افتاد من بودم اون زمان فعل بعدی فعل ف لزن او دا به زیت گن هست لزن من مختلف داره ولی من همونطور هم یعنی که توی ویدیو قبلی گفتم دارم دایر لغاتی رو کار میکنم که تو سطح B1 برای نام نگاری ممکنه که براتون مفید باشه و بتون بخواید استفاده بکنید و من تو نامه هام استفادهش کردم من نزدیک فکر می کنم ایمیل و نامه فکر می کنم نزدیک شاید شااعت 18 تا موضوع کار کردم که همه رو نگار کردم یک بار دیگه لغات رو جمعوری کردم نوشتم براتون صرف کردم با مثال های مختلف که اونا رو کار کنیم اما این تمام فعل های در سطح به اینس نیست مطمئنا خب شروع کنیم فعل رو صرف کردن لست لست, لست. حت که لست حل میشه حل شد حل شده است فعل بزایتگن معانی مختلفی داره این هم که من معانیش چون جالب بود برای من چند تا مثالم نوشتم بزایتگت beseitigte هد beseitigt. خب من فیل بزایتیگن رو اینجا مثالاش رو نوشتم ایش کن ماین پروبلم نیشت لوزن من مثال لوزن رو اینجوری نوشتم من مشکلم رو نمیتونم حل کنم یا مثلا میتونید بگید ایش هب ماین پروبلم gelöst اینم میشه من مشکلم رو حل کردم در این حالت بزایتیگن به معنی کنار زدن هست حالا این کنار زدن معانی مختلفی داره یه معنیش حل یه مسئله هست ich kann mein problem nicht beseitigen اینم معنی میده این اینجا نوشتم متوجه بشید بعد دو تا مثال هم برای بزایتیگه نش... نوشتم که معنی مان... مخت... مختلفی داره فرق می کنه با معنی حل... حل شدن یه مسئله و اون این هست ام... یکیش اینه دی شتات زولت دن مول این پارک میگه که شهر وظیفه شهر دیگه که آشخال رو یه جورایی از شهر دور بکنه دیشتاد شهر بایستی که بالاخره آشخالا رو از توی پارک ورشون داره ببخشید از توی شهر نبود از توی پارک ورشون داره از توی پارک انتزورگه بکنه یعنی پارک رو تمیز کنه و اینو برطرف کنه ببردشون یه جای دیگه خب یه معنی دیگه بزایتگن که استفاده میشه به معنی کشتن هست طرف رو کنار بزن تو فارسی هم داریم یا ایم اینو می با کنار بزنیم یعنی باید از دایره بازی خارج بشه که این به معنی کشتن شخص هستی مافیا فزوخت این سو به زایتیکن مافیا تلاش کرد که اون آقا رو کنارش بزنه حالا بکشتش بیشتر این معنی رو میرسونه خب ام فعل بعدی فعل امگین هست که اینجا هم مثال های مختلفی زدم که فکر می کنم یکم معانیشون با هم فرق کنه میت اتواس او یه مندم داتیب امگین کنار اومدن با کسی یا با چیزی اما این کنار اومدن معانیشو الان تو مثال بهتر متوجه میشیم گیت اوم گینگ اوم ایست umgegangen کنار میاد کنار اومد کنار اومده است و ف... گذشتهشم هم با زاین تو در واقع میسازیم ماین شوستر کن زیر گود میت کیندرن اومگین یه معنی اومگین این هست کنار اومدن با بچه ها با بچه ها خوب کنار میاد یعنی رابطهش خوبه با بچه ها بچه ها دوستش دارن خواهر من میتونه خیلی خوب با بچه ها کنار بیاد رابطهش با بچه ها خوبه یا در مورد خودتون میتونید حتی اینو بگید ام مثال بعدی زیگیت زر شلشت میت کلایدونگ اون اینجا معنی بعدیش رو براتون نوشتم با این مثال فکر کنم خودتون حدس بزنیم معنیش چیه یعنی میگه اون خانومه خیلی بد با لباسش تا میکنه با لباسش کنار میاد یعنی چی کنار میاد اینجا معنیش اینه که فارسی شاد نداشته باشیم یعنی لباسه رو خوب نگهداری نمیکنه مثلا لباس لباس شاید گرونی باشه شاید هم نباشه در صورت وقتی میاد خونه به اینکه آویزونش کنه پرتش میکنه روی مبل یا روی تخت یا مثلا با اینکه مثلا نباید با آب داغ شسته بشه میندازتش بدون توجه توی واش ماشینه با آب داغ میشوره نمیتونه خوب ازش نگهداری کنه این این معنی رو میرسونه دوستان عزیز من یه جمله رو اینجا فراموش کرده بودم و فکر کردم مهمه که بگم چون این جمله معنی دیگه ای از فعل اومگین هست و اون این مثالی هست که اینجا نوشتم مین فریندین کن نیشت گود میت گلد شما وقتی که با گلد نتونید درست اومگین کنید یعنی کنار بیاید به معنی کنار اومدن نیست یعنی شما نمیتونید پولتون رو درست خرج بکنید و پولتون رو حیف و میل میکنید این معنی رو میده که یک زمانی اگر لازم شد میتونید از این فعل استفاده بکنید مثال بعدی وی کنیش میت دیزا سیتواسیون اومگین اینجا هم اونگین به معنی رعکسیون نشون دادن رعاگیغن کردن اکسال نشون دادن شما یه شرایطی پیش اومده یا ممکنه پیش بیاد و از همکارتون یا از رئیستون میپرسین چجوری آدم میتونه با این شرایط کنار بیاد یعنی تو این شرایط باید ما چه عکس عملی نشون بدیم وی کنش می دیز از اومگین این این معنی رو میرسونه مثال بعدی هم یه معنی دیگه هست برای در واقع یک معنی دیگه این مثال رو نوشتم وی کن من می دیزم گرت اومگین این چه معنی میده این میگه که چطور میتونه آدم با این دستگاه کار بکنه خب اینو تجربه رو اغلب با آدمای پیر ممکنه پیش بیاد یه وسیله جدیده و اونا نمیدونن که چجوری باید با این وسیله کار کنن این وسیله خیلی مدرن و میپرسن که وی من میت دیزم گرت اومگین در واقع چجوری باید استفادهش بکنیم چجوری باید باش باش کار بکنیم این معنی رو میرسونه خب دوستان این فعل اومگین بود من فعل اومگین و اومگین که جدا نشدنیه اینجا جدا شدنیه یه فعل دیگه داریم که اون تکیهش روی گینه میشه اون گین اونو من تو یک ویدئویی جداگانه توضیحش دادم میتونید اون ویدیو رو ببینید براتون لینکش رو بالا میذارم خب من فکر میکنم یه مثال دیگه هم هست اینجا برای فعل اومگین ماین شف است ایما فیر میت اونز اومگگانگن اینجا میگه که میگه رئیس من همیشه عادلانه با ما رفتار می کرد یا کرده است این معنی رو میرسونه یعنی رفتارش با ما خوب بوده اینجا اومگین به معنی همین هست خب میریم سراغ فعل بعدی یه مندن اکوزاتیو سو اتفاس داتیو ارسین ارسین دوستان به معنی تربیت کردن هست و اغلب هم برای بچه ها در رابطه با خانوادهشون و پدر مادرشون و تو این موضوعات استفاده میشه ارسیت اون تربیت میکنه ارسوک اون تربیت کرد هت ارسوگن اون تربیت کرده است مثلا میگم که مادر من بچهای خیلی خوبی رو تربیت کرده اینجا هت ارسوگن میتونید بگید حالا مثالا رو میبینیم ایش الزیه ماینه کیندر شترنگ من هامو خیلی سختگیرانه تربیت میکنم ایش الزیه ماینه کیندر سو دیسپلینیرت سو لبن من بچه‌هامو اینجوری تربیت میکنم که این دادسو در واقع به من یه اینجوری که بعد با اینفینیتیو پلوس سو میگیم دیسپلینیرت منظم زندگی بکنن با نظم باشه همه چیزشون با قانون باشه Meine Freundin hat ihre Kinder sehr gut erzogen. دوست من هاشو خیلی خوب تربیت کرده. Früher war ich ein sehr unpünktlicher Mensch, aber meine Frau hat mich سوپنکلشکی اسون میگه قبلا من یه آدم اون پونکلیش بودم اون پونکلیش میشه کسی که آن تایم نیست آدم فارسیش نمیدونم دقیقا الان چی میشه میشه آدم آدمی که بی موقع آدمی بی... که دیر همه جا میره اما ماین فرام خانوم من منو تربیت هم کرد یه جورایی به ب... ب... منو عادت داد به من آ... یاد داد که وقت شناس باشم عادت هم داد تربیت هم کرد که وقت شناس باشم فعل بعدی اتفاس اکوزادی با یه مندم داتیو ملدن یا um, میتونید این فرمولی غنگم داشته باشید این فرمولا یه مندم اتفاس ملدن به کسی چیزی رو خبر دادن چیزی رو در نزد کسی خبر دادن این معنی رو میده ملدت ملدت حد ملدت معنی اصلیش اینه خبر دادن خبر کردن کسی رو ایش ملد میخ بایم شف کرانک کرانک ملدن کرانک ملدن من خودم و پیش رئیسم کرانک اعلام میکنم این معنی رو میده شما وقتی که یه کرانک میلدونگ می نویسید مثلا میتونید برای شفتون بنویسید زرگر تا هر هیا میت ملده میش کرانک به این وسیله خودم و من کرانگ اعلام میکنم از فلان روز تا فلان روز و آخرش هم میگین کرانک میلدونگ براتون یا ایمیل میکنم یا پست میکنم منظور من اینه که این جمله رو اونجا میتونه استفاده بکنید یا یه چیز دیگه خب خبر کردن ارملدت der polizei den اونفال این کسی چیز رو خبر دادن اینجا میشه اون خبر میده به پلیس تصادفو میدونیم که همیشه اگر دو تا مفعول داشته باشیم مفعول و مفعولامون به شکل اسم باشن نه زمیر همیشه مفعول داتیوی قبل از مفعول اکوزاتیوی قرار میگیره این موضوع موضوعی که سه تا چهار تا نکته داره شاید بعدم براش ویدیو درست کنم شایدم خودتون میدونین ولی اینجا یه نکتهشو گفتم warum hast du dich nicht bei mir gemeldet, als du in der Stadt <warst>? چرا تو ام, به من خبر ندادی وقتی که توی شهر بودی؟ اینجا خبر دادنه مثلا اگه خبر میداد من میومدم میدیدمت حالا مثلا یه دوستمونه از راه دور اومده مثلا یکی از برلین اومده کوبلنز از دوستامونه یا از هر جایی من چون تو کوبلنز زندگی میکنم همیشه هدف و کوبلنز در نظر میگیرم از یه جای دور اومده و به شما خبر نداده بعد گفت آره من اومدم مثلا کوبلنز بودم شما میگین ای چرا خبر ندادی میتونی از این جمله استفاده بکنی فعل بعدی فعل بشه دیگن هست به معنی خسارت زدن صدمه زدن اتفاس اکوزاتیو بشه دیگن چیزی را خراب کردن و صدمه زدن بشه دیکت بشه دیکته حد بشه دیکت صدمه میزنه صدمه زد صدمه زده است در من بشه دیکت دن اوتوماتن اون آقای خسارت میزنه به دستگاه اتومات حالا ممکنه گلد اوتومات باشه یا از این دستگاهی که برای بلیت و اینا میخواید بگیرید من فقط ورد لتست ناخت بشه دیکت این حالت مجهوله میگیم که دوچرخه من شب گذشته بهش خسارت وارد شد خراب شد حالا یه کسی اینو خراب کرد و حالت مچول رو نمیدونیم که بهش خسارت وارد شد جمله بعدی یا همون مثال بعدی مغ پارکنده اوتوز وردن فون اون بکندن به خیلی از ماشینایی که پارک کرده بودن ماشینایی که در حالت پارک بودن پارکنده اوتوز این در واقع این چیز هست پارتیسیب اینس هست پارکنده یعنی uh, infinitive plus د این هم که اندونگشه در مورد این صحبت نکردیم ولی uh, فکر میکنم uh, این یه جورای سطح بین به به وای باشه مثالشو ولی زدم که پارکنده اوتوز میشه ماشینه که پارک کردن خیلی از ماشینهایی که پارک شده بودن uh, توسط فون توسط افراد ناشناس اون به کنتن به شدیکت به میشه شناخته شده اون بکند ناشناس نمیدونیم کی خسارت وارد شد یه مندن فعل بعدی اکوزاتیف حقیقتن این فعل راحتی هست فقط یه نکته داره که خیلی ها این اشتباه میکنن گاهی اوقات ما تو فارسی داریم با کسی ازدواج کردن و به خاطر همین خیلی ها میگن که حقیقت میت اشتباهی میگن دوستان اینجا یه مندن حقیقتن پرپوزیسیون نداره کسی را ازدواج کردن این در واقع معنیشه حقیقتت حقیقتت حت که ازدواج میکنه ازدواج کرد ازدواج کرده است من برادر حقیقتت نیکستن مونات زین خوندین برادر من ماه دیگه با دوست دخترش ازدواج میکنه خب اینجا من الان گفتم تو فارسی با ولی توی آلمانی لطفاً میت ننویسید فعل دیگه ای داریم یعنی فعل نه یه ترکیب دیگه ای داریم که با میت هست فر حقیقت دزاین میتیه مندم که اونو پایین توضیح دادم بهش میرسیم هستو شون گهرد سارا حد که هست هستو شون شنیدی سارا ازدواج کرده اینم مثالش می کنم فعل راحتی باشه ترکیب بعدی که به همین ازدواج و متحل بودن مربوط میشه میتیه مندم فر زاین ist verheiratet, war verheiratet, ist verheiratet gewesen. و ما اینجا فعل زاین رو صرف کردیم متعهل هست متعهل بود متعهل بوده است سارا است می توماس verheiratet. سارا با توماس متعهله ازدواج کرده با هم زوجن میتونیم اینجا می توماس هم نگید راحت بگید سارا است verheiratet همین نینا وار früher verheiratet jetzt ist sie geschieden نینا قبلا متحل بود الان متعلق است این کلمه برای کسایی که ازدواج کردن و بعد جدا شدن استفاده میشه متعلقه خب فعل بعدی فعل انتشتین هست اتفاس نومیناتیف انتشتین چیزی که در حالت نومیناتیف قرار میگه در حالت فائلی به وجود میاد انتشتیت به وجود میاد انتشتن به وجود اومد است انتشتندن به وجود آمده است خب من چند تا مثال جالب نوشتم شاید برای شما هم جالب باشه. Die Erde ist vor 5 Milliarden Jahren entstanden. زمین ام 5 میلیارد سال پیش به وجود اومده. اومده است در واقع پرفکت اومده. Der Mond ist aus Teilen der Erde entstanden. ما هم اینجا منیش همینه به وجود اومده از بخش از زمین. یعنی تیکایی از زمین جدا شده و به دور ماه به دور زمین میچرخه یک تیکش که الان شده ماه در واقع nach dem Unfall sind lange Staus entstanden. بعد از تصادف ترافیکای خیلی طولانی به وجود اومده. مثال بعدی welche Situationen können entstehen wenn sie so arbeiten. چه شرایطی ممکنه پیش بیاد اگه شما اگه اونا اینجا منی شما نیست اگه اونا اونجوری کار بکنن همینجوری بخوان کار بکنن ممکنه مشکل پیش بیاد حالا شاید درست کار نمیکنن شاید پازه طولانی میکنن شاید دیر میان زود میرن خونه بعد سر کار و این میتونیم بگیم ممکنه یه مشکلاتی پیش بیاد پس یه معنیش به وجود آمدن یه چیزی تشکیل شدنه یه معنیش ممکنه یه شرایطی به وجود بیاد مثل یه مشکل به وجود بیاد نختم اون شف که کن دکتاته پروبلم انشتندن. میگه بعد این که شف ما در واقع کندیگون کن... کن کرده بود یعنی اینجا خودش حالا میاد قرارداد خودش رو فس میکنه و دیگه کار نمیکنه تو اون شرکت قرارداد خودش رو که فس کرده بود خیلی مشکلات پیش اومد فیل viele Probleme دوستان با ناخته نمیدونم توضیحش دادم یا نه وقتی باشه یادمون باشه که فعل در دو تا جملهمون اینجا نبنزاتسه با فعل در هاپزاتسمون اجازه نداره تو یک زمان قرار بگیره این خیلی مهمه حتما اگه اینجا گذشته باشه چه گذشتهمون پرفکت باشه چه پرتقیتون باشه اینجا حتما باید مازی بعید یا پلوسکو هم پرفکت باشه فعل بعدیمون اتفاس اکوزاتیو کندیگن خب مثالش بالا بود حالا فعل کندیگن رو با هم یاد میگیریم کندیگت کندیگت هد که کندیگت فست میکنه فست کرد فست کرده است ایش کندیگه ماینن فیرتراک من ام قرار دادم و فسق میکنم ایش کندیگه دیر اینجا به معنی دوستان خودتون میایید فسخ میکنید ولی اینجا اشکون دیگه دیه یه جوری اخراج کردنه و حالت داتیو میاد حالا اکوزاتیوش هم میتونیم با انتلاسن بگیم البته تو بعضی منابع گفتن اشکون دیگه دیش هم میتونید بگید ولی تو دودن من دیه رو دیدم که حالت داتیو بود من شما رو اخراج میکنم یا من تو رو اینجا اخراج میکنم ایش انتلاس دیش من اینم همین به منی اخراج کردن تو رو اخراج میکنم در واقع من ایش اینه دو فلیس داینشتله تو شغل تو کار تو از دست میدی فلیرن خب مثال بعدی ایش مویت مینه سایتونگز آبو کندیگن اس ایست سو تویا شما یه جای عضو میشین و بابت این عضو بتونم ماهیانه یا سالیانه باید یه پولی بدید حالا میخواید اینو فسخش کنید چرا؟ چون روزامه خیلی گرونه اسیست سو این در واقع این آبوه خیلی گرون هست دی فیرما هد فیلن میت آربایترم این شرکت خیلی از کارمنداش رو اخراج کرد فیلن میت میبینید اینجا هم حالت داتیو اومده میتونم اینو قرمزش کنم خب اینجا مثال آخر می ورده که اینجا حالت پسیو هست و پسیو داتیوی همیشه میتونه اسم باهاش بیاد ولی پسیو داتیوی اون شخصی که روش کار انجام میشه اغلب شخص هست اون شخص در حالت همون داتیوی قرار میگیره مثل اکوزاتیو نیست که بره بشه تو حالت پسیو نومیناتیو میشه میه ورده که من اخراج شدم یه کسی منو اخراج کرد ولی شما اون کار انجام ندادیم پس پسیو می نویسیم فعل بعدی فعل سوشتلن هست اتواس اکوزاتیف سوشتلن شتلت سو شتلت سو هد سو گشتلت دی بشتلونگ ویرد اینن پر پوست سو گشتلت ایش شتل دی این پاکت سو منیش این هستش منیش همون اومدن و رسوندن یه پاکتی بسته به شما هست که تو یکی از معانیش البته من نوشتم که تو چون تو نامه ها بود این سفارشه برای شما از طریق پست میاد به دستتون میرسه از طریق پست این معنی رو میده میارم بهتون میرسونن ایش شتل دی این پاکت سو من یه پاکت براتون میارم بهتون تحویل میدم آوردن و تحویل دادن رو میگن خب فعل بعدی فعل بشتلن هست اتفاس بشتلن اکوزاتیو بشتلت بشتلت هات بشتلت. بشتلت ایش هاب می اینن استیش بای اوتو بشتلت من یه میز نارخوری سفارش دادم اینجا با میه حالت رفلکسیو میتونه باشه من برای خودم سفارش دادم اگه خودتون نباشید فعلمون رفلکسیو نیست و میگید که من یه می سفارش دادم حالا شاید برای خودتون نباشه شاید برای خودتون باشه این میه اینجا حتما نباید باشه تو اغلب صحبت کردن ما موقع صحبت میگیم شب میه اگه برای خودتون سفارش دادین اگه نکه خب شاید سفارش دادین میخوایم به کسی کادو بدین اون یه چیز دیگه است یا موقعی که تو رستوران و گارسون ازتون میپرسه مشتن سینو خدفاس بشتلن یا اصلا گارسون نمیتونه باشه همکارتون با هم سر میز نشستین و ازتون میپرسه چیز دیگه هم میخوای سفارش بدی میخوام ببینن حالا مثلا چقدر باید بشینن چه جوریه واس مشتس دو سوم اسن بشتلن ممکنه شما مثلا از بچهتون یا از دوستتون میپرسید شما چی میخوای تو برای خوردن سفارش بدی möchte دی شول منظورم بود Ich möchte die Schuhe in Größe 40 bestellen. Man micham in کفشو توی سایز 40 سفارش بدم. رفتید یه جایی و اونجا شما یه چیزی رو خوشتون اومده یه مدلی رو ولی متاسفانه اندازه شما نیست اغلب اینجوری است که میتونید برید تو کاسه بپرسید تو سر صندوق که آیا تو انبارتون یا توی حالا کلا بهش میگن تو انباری که اونجا هست یا حالا تو آنلاین چجوریه اینا گاهی اوقات دارن تو شبه های دیگه و بشتلن میکنید یه روز دیگه دو روز دیگه گاهی اوقات چند ساعت دیگه میتونید برید و وسیلتون رو بگیرید Schopf, viele, bei die Fälle stornieren hast, etwas akkusativ stornieren, storniert, stornierte, hat storniert. Wenn man hier Fass hast in Fell. فسخ کردن یه چیزی حالا مثلا ممکنه پرواز باشه مثال نوشتم یا یه وسیله رو سفارش دادین میخواین که نیاد دوباره میرین اونو فسخ میکنید اون خریدتون رو یا مثلا شما یه چیزی رو رزرو کردین و میخواین که یه میزی مثلا توی رستوران میخواین که شتور بکنید ایش شتور فلوک من پرواز رو لغو میکنم یعنی بلیتمو ایش شتورنیر دی بشتلونگ من سفارش دادم سفارش رو لغو میکنم ماین من حتی رزرویرونگ شتورنیت میگه همسر من این رزرو رو لغوش کرد مثلا زنگ زدیم توی رستورانی یه, و... یه, میزی رو رزرو کردیم حالا اینو لغو میکنه یا اصلا شما یه پروازی رو رزرو کردین هنوز بوخن نکردید دوستان فکر کنم فرقش رو بدونید بوخن میشه شما خریدید و پرداخت کردید اما رزرو شما پرداخت نمیکنید فقط فکر میکنم برای یه روز یه, یه مدت کوتاهی میتونید اون پرواز رو حالا اون, وص... اون چیز رو برای خودتون نگه دارین جا رو و اینجا میتونه تو پرواز باشه که شما رزرو کردین حالا این رزرو ویگونگو می فسخش میکنید خب دوستان این ویدئوی امروز بود بازم طولانی شد خب میدونیم تو ورد یا همون دایر لغت همیشه باید وقت داشته باشیم وقت بذاریم وقت زمان برای خودمون داشته باشیم که بتونیم با اینا کار بکنیم با مثال های مختلف کار بکنیم و خب میدونید که مثال های بیشتری کار بکنید تمرین بیشتری داشته باشید سریعتر یاد میگیرید و به ذهنتون میسپرید و یادتون نمیره چیزی که خب خیلی مهمه تو دایره لغت اینه که خیلی از دوستان میگن ما یاد میگیریم یادمون میره خب مرور خیلی مهمه اینجا و اینکه با این وجود که من سعی کردم یکم سریع صحبت کنم باز ویدیو طولانی شد البته که خیلی از دوستان میگن لطفا سریع صحبت نکنید ولی واقعا نمیشه برای اینکه دیگه خیلی ویدیو طولانی میشه برای همین من به خیلی از دوستان این پیشنهاد رو دادم که توی یوتیوب یه گزینه هست شما میتونید سرعت ویدیو رو بیارید پایین که اونجا سرعت حرف زدن منم میاد پایین و شما میتونید با آرامش بیشتری ویدیو رو دنبال بکنید خب دوستان من همینجا ویدیو رو تموم میکنم اگر براتون مفید بود لایک و کامنت یادتون نره مثل همیشه منتظر کامنتاتون هستم و ازتون همینجا خدافزی میکنم روزتون به خیر خدا نگهدار